أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزيز خواهران مهربان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و سلسله درس های اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی امروز درس ششم هست و در این نشست سه اسم الله سبحانه و تعالی را که از ملک میای مورد مطالعه و بررسی قرار میتیم الملک المالک الملیک الملک در قرآن عظیم شان پنج بار استفاده شده به طور مثال در سوره طه در آیت 114 فتعال الله الملک الحق پس بلند مرتبه هست اللهی که فرمان روای حق هست و المالک در قرآن عظیم شان دو بار استفاده شده در سوره الحمد و سوره فاتحه که اولین سوره قرآن عظیم شان هست مالک یوم الدین مالک روز جزا مالک ترجمه مالک ترجمه میکنن و ملیک در سوره قمر در آخرین آیتش در روز یک بار استفاده شده و اهمیت از این بحث ای است که الله سبحانه و تعالی ملکوت آسمان ها و زمین از الله سبحانه و تعالی هست و فرمان روای آسمان ها و زمین از الله سبحانه و تعالی هست له ملک السماوات والارض لله ما فی السماوات والارض هر آن چیزی که در آسمان ها و زمین هست از الله سبحانه و تعالی هست عزت و سلطنت جاوید از الله سبحانه و تعالی هست و این عزت و سلطنت جاویدان هست و هیچ کسی تصرف نداره در سلطنت الله سبحانه و تعالی در ملکیت الله سبحانه و تعالی و لشکر آسمان ها و زمین در حقیقت همش از الله سبحانه و تعالی هست و لله جنود السماوات والارض لشکر آسمان ها و زمین از الله سبحانه و تعالی هست تفاوت بین ملک و مالک اکثر علما و فسرین بیان میکنند که الله سبحانه و تعالی هم در جهان هستی فرمان روا هست فرمان روای مطلق و هیچ بشری و هیچ موجودی و هیچ زندجانی در ملکوت آسمان ها و زمین نمیتونه برخلاف اراده الله سبحانه و تعالی عملی را انجام بده و مالکش هم هست و طور مثال که به ذهن ما نزدیک شوه ملکیت الله سبحانه و تعالی و فرمان روایی الله سبحانه و تعالی پادشاهی الله سبحانه و تعالی با پادشاهی و ملکیت انسان ها قابل مقایسه نیست و طور مثال یک پادشاه میتونه پادشاه باشه در یک سرزمین اما در تمام سرزمین نمیتونه و شکل کاملش فرمان روایی بکنه و یایی که ملکیت داشته باشه انسان ها در روی هم میتونن ملکیت نسبی داشته باشن زمین داشته باشن جایداد داشته باشن اینا پادشاه میتونه فرمان روایی بکنه حتی فرمان روایی پادشاه میتونه بسیار محدود باشه ولی الله المثل الاعلی مثال ها رو به خاطر از این میزنیم که به ذهن ما نزدیک شود بنان ملکیت الله سبحانه و تعالی و پادشاهی الله سبحانه و تعالی با انسان ها کاملا متفاوت هست و یک نقطه دیگه که قابل تذکر هست اراده الله سبحانه و تعالی در ملکوت آسمان ها ساری و جاری هست آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی اراده بکنه به وجود می آید و آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی اراده نکنه به وجود نمی آید اراده شرعی و اراده تکوینی که بحث کاملا جدا هست در نشست های بعدی راجع به اراده شرعی و اراده تکوینی و یا مشیت فرق بین اراده و مشیت الهی چی هست انشاءالله بحث های خود داشتیم اما از این نشست و همیت از این بحثی که سه اسم الله سبحانه و تعالی را اشاره کردیم چی همیت داره در زندگی ما به عنوان مسلمان ها به عنوان مؤمنین ما چی میتونیم از این سه اسم استفاده بکنیم در قدم اول که هر آن چیزی که در آسمان ها و زمین هست مالک اصلی هزی الله سبحانه و تعالی هست و الله سبحانه و تعالی از تمام جهان هستی با خبر هست
در سوره لقمان وقتی که لقمان علیه السلام بر پسر خود نصیحت میکنه برش میگه که اگر عمل بد یا عمل نیک انجام بده انسان به اندازه ذره باشه در بین سنگ ها و در بین اعماق زمین باشه و یا در آسمان ها باشه الله سبحانه و تعالی از او با خبر هست و در آخر با صفت الله سبحانه و تعالی را بیان میکنه ان الله لطیف خبیر الله سبحانه و تعالی بسیار باریک بین و با خبر هست. یعنی هیچ چیزی در جهان و در ملکوت ملکوت آسمان ها و زمین اتفاق نمیفته مگر اینکه الله سبحانه و تعالی از او با خبر هست. نه تنها از او با خبر هست بلکه مراقبت محافظت و کنترل کامل داره بالایش و هر عملی را که انسان انجام میده و یا موجودات دیگه یک قابل دید نیستن انجام میتن اینا در حقیقت از علم الله سبحانه و تعالی خارج نیستن. الله سبحانه و تعالی کاملا از همه جهان هستی با خبر هسته و هر چیزی که در جهان هستی اتفاق میفته و هر عملی که از جانب الله سبحانه و تعالی صادر میشه بر مبنای حکمت هسته. شاید ظاهرا زننده باشه، شاید ظاهرا انسان متاثر بسازه، اما عقیده و باور مسلمان بایتی باشه که هر آن چیزی که در زندگی ما اتفاق میفته از جانب الله سبحانه و تعالی در او خیر هست. ظاهرا ما ممکن خیر شدیده نتانیم و از این شست در سایر که انسان میتونه بیاموزه، در قدم اول هیچ کس ملکیت واقعی نداره در جهان و خاطر که مالک حقیقی الله سبحانه و تعالی هسته. هر آن چیزی را که ما داریم و هر آن چیزی را که دیگه انسان ها دارن و یایی که در آینده ها به دست میاریم در حقیقت مالک حقیقیش الله سبحانه و تعالی هست. دوم، چون وقتی که ایره درک کردیم مرحله اول که هر آن چیزی که داریم نسبی هست، مجازی هست، مالک حقیقیش الله هست، در مرحله دوم که کبر باید نورزیم. بسیاری انسان ها هستن وقتی که قدرت پیدا بکنن و مال پیدا بکنن و جایگاه پیدا بکنن در زمین متکبر میشن. مرحله اول انسان متوجه میسازه که این مجازی هست و نسبی هست، از جانب الله سبحانه و تعالی بر امتحان بر ما داده شده، بنان کبر از خود باید انسان دور بکنه. سوم که در جهان هستی فرمان الله سبحانه و تعالی ساری و جاری هست، اما در زمین هم انسان ها هستن که فرمان صادر میکنن. بنان هر حکمی و هر فرمانی که برخلاف با احکام الهی صادر شوه از او انسان باید پیروی نکنه. یعنی از هر انسان اگر حکم صادر شوه و او احکام در مغایرت با احکام الهی باشه قابل پیروی نیست. یک اصولی هست که بر مبنای حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله در متون دینی بسیار صراحت داره که از هیچ انسانی شما پیروی نکنین، اگر پیروی شما در مغایرت و در تضاد با احکام الهی قرار میگیره. و درس دیگه را که میتونه انسان از این نشست بگیره و از این اسما برداشت بکنه که دنیا و آخرت از آن الله سبحانه و تعالی هست. مالک دنیا الله هست، مالک آخرت الله سبحانه و تعالی هست. اگر ما میخواهیم که در دنیا دستاوردها داشته باشیم باید از خالق دنیا بخواهیم و اگر میخواهیم که در آخرت نعمات شامل آل ما شود باید از خالق نعماتی که در الله سبحانه و تعالی هسته از او بخواهیم که الملک المالک الملیک. و درس آخری را که میتونیم از این نشست بگیریم که در برابر اراده الله سبحانه و تعالی باید تسلیم بود، در برابر قضای الهی باید انسان تسلیم بود، چون این ملک از الله هسته، این سلطنت از الله هسته. هر آن چیزی را که اراده بکنه اراده میکنه و هر آن چیزی را که اجازه نده اتفاق نمیفته. بنابراین این سه اسم الله سبحانه و تعالی باید اعتقاد و باور ما را نسبت به اراده کامل الله سبحانه و تعالی، نسبت به قدرت کامل الله سبحانه و تعالی، نسبت به کنترل کامل الله سبحانه و تعالی، نسبت به برزی که الله سبحانه و تعالی هر چیزی را که به وجود آورده ظاهرا ما شاید درک نکنیم اما در او حکمت هست و حکمتهای شما نمیتونیم درک بکنیم. بسیاری وقتها اتفاق میفته یک مشکل در زندگی آدم، یک غم، یک پریشانی، از اون مشکل آدم بیرون میاد
بعد از سالها متوجه میشه که نمو فشارهای روحی، فشارهای جسمی که آمده بود، او در حقیقت در خیر انسان بوده. انشاءالله در نشست بعدی اسم دیگه که مورد بحث سوره مطالعه و بررسی قرار میتیم. تا دیدار بعد و برنامه بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.